عزیز بزرگوار اینجا حضور دارن. خیلی خوش آمدید. اندیشمند، محقق، نویسنده در حوزه دین، از مبلغین خوب کشورمون. چند سالی است که خارج از کشور در مجامع گوناگون حضور دارن. از جانبازان 8 سال دفاع مقدس هستن، دفاع مقدس، و فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم از جانبازان 70% هم هستن، چون دوستان داشتن خودشون که خیلی راجع به این موضوع صحبت نکردن. جناب حجت الاسلام حاج آقای مکی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. با سلام به امام راحل، امام عشق، امام ناز، امام آس، امام مگور، جیگرش من طلا. حاج آقای مکی، من میخوام از اینجا شروع کنم. شما جانباز دفاع مقدس هستید، امام چه داشت که شما که جوان دیروز بودید و جوانانی همسال شما محو حضور امام شدند و عاشقانه دعوتش رو لبیک گفتم؟ امام عشق همه چی تمام بود، همه چی داشت، آب، برق، گاز، یه خط تلفن هم اگه میکشید یه اوکازیون دوبلکس میشید. اما تنها چیزی که نداشت شانس بود. شانس. شما دوروبری های امام نگاه کن. علی گدا، اکبر لاشخور، ناصر کپک. چرا میگم شانس نداشت؟ چرا میگم؟ همین پریروز با برای بچه ها رفتم برای من هندانه خریدم بردم سر مرقد امام. آقا تا هندانه رو قاش زدیم دیدیم رنگش سفید، این ماست. به خدا گفتم ای توف دون روحت، ای امام توف دون روحت، ما این شانست که نه امام عشق ده. این عظمت و اون نفسی که آقای مکی بهش اشاره میکنه. الان صحبت کاریزمای امامو کردید، یادم تو عملیات بیت المقدس موشک زدن تو پایگاهمون، همه رفتیم زیر آب. بعد 40 روز بعد یه بسیجی رو از زیر آوار در آوردن، ازش پرسیدن خب تو چطور زنده موندی؟ گفت به عشق امام، امام عشق. بعد گفتن نه حالا از شوخی گذشته، جدی چطور زنده موندی؟ گفت هیچ، یه سوراخی زیر آوار بود، شبا میومدم بیرون میرفتم ساندویچ میخوردم، دوباره برمیگشتم منتظر برادران امدادگر میشدم. یعنی چنین رابطه‌ای بین بسیجی ها با امام وجود داشت، با امام عشق. ای جونم آقای مکی، تا حالا از فضای داخل کشوری مدار خارج بشیم، بریم به آن سوی مرزها، و اما میخوام نگاه خارجی ها رو، اونهایی که مثل ما خب بالاخره ایرانی نیستن، توی این نظام زندگی نمی کنن، رسانه ها اونجا دنیایی از تلاطمات فکری رو برای خارجی ها ایجاد می کنن، رو این بار میخوام از زبان شما بشنم نگاه خارجی ها نسبت به حضرت امام. ببینید من تو برزیل 3 ترم کلاس امام شناسی گذاشتم. امتحان پایان دوره این بود که دانشجوهای برزیلی سرود خمینی امامو با عشق به زبان فارسی بخونن، اما اونا روز آخر سرود کفتر کاکل به سر وای وای اونم با غیر خوندن براتون. در یه آفریقا، بابا قاره آفریقا چیه؟ میگم برزیل. حالا سوال اینه که چرا این برزیلی ها تو کلاس چی یاد نگرفتن؟ دلیلش خیلی واضحه. آقا ما میرفتیم سر کلاس، شروع میکردیم حضور غیاب، لوئیس داسیتا چگولوالا داسیلوا حاضر، کیا لولولو دانات ریوالترز رومارینو حاضر، آلوارو دینامیکو ترانز فلوتی حاضر، رونالدو فیگوراتا لیوریون ناتیچیلیاروو گرینگ زنگ ما خورد. تازه بقیه حضور غیاب مومان واسه زنگ بعد. دیگه وقتی نمیمان که ما امام شناسی رو یاد بدیم، که امام عشق دارم بگم. امام عشق. آقای مولایی در خدمت، فکر میکنم یه ارتباط تلفن. آره من فکر میکنم که بیشتر باید بشتریم چه اتفاقایی افتاده در ستاد بزرگ داشته حضرت امام. جناب عسقریان نازنین، معاون محترم ستاد بزرگ داشته حضرت امام، الان پشت خط ارتباطی ما هستم. قربان، سلام، وقتتون بخیر، در خدمتی. سلام بر شما. با سلام، در ادامه فرمایشات حاج آقا مکی در رابطه با امام عشق، من به عنوان یه سرباز روح الله میخوام به دشمنهای نظام بگم اگه شما 1000 تا موشکم به تهران و تأسیسات هسته‌ای بزنید، ما حتی یک قدم هم عقب نشینی نمی کنیم. حاج آقا شما کجا تماس میگیرید؟ بنده از سفارت جمهوری اسلامی تو تانزانیا زنگ میزنم. شما خیلی غلط میکنید، از تانزانیا تماس میگیرید، میگید ما رو با موشک بزنن ها؟ خود هم اینجا زیر کولر نشستید واسه ما شکم تانو گنده میکنید، بعد اینجا میگید با موشک بزنن. خب بابا بی ظرفیت، دلت باید بزرگ باشه،
بزرگ کردن شکم که کاری نداره آقا. ممنون و سپاسگزاریم از جناب آقای اسکریان، معاون محترم ستاد بزرگداشت حضرت امام. فرمودید که سفر زیاد رفتید برای تبلیغ دین، تبلیغ انقلاب، و این اتفاق توی زندگی شما بارها تکرار شده. البته یه جایی هم خودشون غافلگیر شدن ها حسن آقا، یه تو صحبتاشون بود گفتم ما وقتی از حضرت امام میخواستیم صحبت بکنیم و وقتی برخورد با غیر مسلمان ها هم داشتیم، نمونه همون خاطره ای که گفتن مسیحی آره تو مسیحی که تو زنگبار بود، حضرت امام رو کاملا میشناختن و ارادتی که نسبت به حضرت امام داشتن خود آقای مکی رو غافلگیر کرد. بله بارها غافلگیر شدن. مثلا من رفتم زنگبار، اونجا هر کی منو میدید، هر کی منو میدید میگفت شما سرباز روح الله هستید، من میگفتم بله. بعد شما چطور؟ اونا میگفتن ما بیبی خشت روح الله ایم. یعنی اینجوری ما رو غافلگیر میکردن. یا مثلا یه بار من تو تانزانیا هست که شهر تانزانیا کرده هست، تانزانیا رفتم منبر، گفتم آقا همه ما باید در ارزش های امام غرق بشیم. فرداش دیدم همه با مایو آمدن، همه با مایو بلند شدن آمدن پای منبر ما نشستن، اومدن پای منبر میگن ما میخوایم غرق ارزش های امام بشیم. یعنی اینجوری غافلگیر میکردن ما رو. حالا باز هم از این اتفاقات بگید، از این رو در رو، یا بالاخره مردم جهان رو دیدید، رنگ به رنگ، زبان به زبان، کشور به کشور، شهر به شهر، چه دیدید؟ از دیدهاتون بیشتر بگید، چون شاید مثلا ماها کمتر اطلاعات داشته باشیم در این خصوص. خب بله، اینکه ما به همه رقمش همه جورش کار کردیم. چند وقت پیش تو خیابونای دالاس می‌رفتیم، یه جوونی از این همین تریپ رپیا آمد کنار ما، گفت حاج آقا طبق فرمایشات امام واجب ما دکمه بالای پیرهنمون ببندیم. من یه نگاهی به سر وضعش کردم، این من نگاه کردم، من دیدم شلوارشان در شرف سقوطه، همین الان که افت بیفته. گفتم نه برادر، شما شلوار مبارک رو در همین موقعیت حفظ بکنید، میتونید سرباز خوبی برای روح الله باشید. برای کی؟ امام، امام عشق. خیلی متشکریم از ممنون حاج آقای مکی، جناب آقای مکی عزیز، و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه این پیدا. خیلی ممنون. آرزو موفقیت می‌کنم.